خب قربان، من خیلی ممنونم از لطفتون. پرسشی که دوستان دارن اگه بعد من می‌خواستم اول ازتون بپرسم که این قوم مغول که این همه ویرانگر بودن چطور در هندوستان این همه سازندگی کردن؟ در ایران هم کردن. خب دو دوره است. ببینید شما دوره ای که مغول به ایران لشکر میکشه، دوره چنگیز رو باز دوره ای که هولاکو میاد جدا کنید. 40 سال پس از اون هست. دوره اول ویرانیه. دوره که هولاکو میاد کشتارهایی که هولاکو کرده بیشتر از اسماعیلیانه. دشهای اسماعیلیان رو از بین میبرند و اونها رو در واقع از بین میبرند، چون یه تقریبا خراسان رو گرفته بودند. ولی پس از اون دوره سازندگی، دوره ایلخانی، دوره کشتار نیست. دوره ایست که کارهای سازنده در ایران انجام میشه. گفتم نخستین گامش در مراغه، رصدخانه مراغه است و سپس در شهرهای دیگر کارهای سازندگی رو، یعنی خیلی زود خودشون رو ایرانی میکنند و خیلی زود میپذیرن این فرهنگ رو. دور اول برای اداره کشور نیامده بودن، برای غارت و ویرانی آمده بودن. دور دوم برای کشورداری آمدن و 200 سال ایلخانان بر ایران چیرگی داشتن و همه نام ها هم نام های مغولی بود، جز پایان کار که نام های فارسی، یکی دو نفر پایان کار نام های فارسی برای فرزندان خودشون برگزیدن. یکی از ویژگی های مغول که به نظر من این رو خیلی کم تاریخ بهش پرداخته در این است که در دوره مغول بردباری دینی در ایران گسترش پیدا کرد، چون اینها نه شیعه بودن نه اهل سنت، اینها به یاسای چنگیز اینها به یاسای چنگیز باور داشتن و حتی به آیین بودایی هم چندان باور نداشتن. در یه دوره گرایش پیدا می کنند به مسیحی شدن. الجایتو قبل از اینکه مسلمان بشه و سلطان محمد خداونده یاد بگیره، نام بگیره، به نام نیکولاس قسل تعمید براش خونده بودند. شاید هم شانس ما این بود که اینا مسیحی می شدن، کمی یه رشته از مشکلات تاریخی ما حل می شد. ولی به هر روی اول مسلمان شد، سپس اهل سنت شد، بعد شیعه شد، بعد دوباره برگشت از اسلام و در آخر کارم به دین نیاکانش مرد. در این دوره هستش که به دلیل این که گزینشی میان این دو تیره اسلام قائل نبودن، شیعه و سنی، شیعه‌گری اندکی گسترش پیدا کرد در ایران، دست هواداران دین‌های دیگر در ایران باز شد از جمله مسیحیان. یکی از ویژگی‌های دوره مغول هست به دلیل نداشتن یک باور دینی خیلی روشن. در این حال ببینید ما ایرانی‌ها یکی از کارهایی که با اسلام کردیم که به هر حال کار ایرانیان هست، اینی که خلافت اسلامی رو پادشاهی کردیم. یعنی در واقع در خلافت اسلامی سنت پادشاهی جانشینی پدر به جای پسر رو که از کهن‌ترین ساختار شهریاری جهان آمده به اعراب دادیم و مغول‌ها این رو دوست داشتن. این احساس رو که این شاه سایه خداست و این پادشاهی به فرزندش منتقل میشه از این ستایش میکردن. معروف است این رو، معروف است، البته میدونید تو اسناد تاریخی نیامده ولی بعدها نوشته شده که حتی هنگامی که هولاکو بغداد رو میگیره پس از چند روزی کشتار، آخرین خلیفه عباسی المعتصم بالله رو بیم و حراس داشتن بکشن، چون گفته بودن این سایه خداست و اگر این رو بکشید ممکنه آسمان به زمین بیاد. میگوین که خواجه نصیرالدین طوسی به انتقام همکاری خلیفه عباسی با چنگیز، میدونید اینها برانگیختن چنگیز رو که به ایران حمله کنه، یه راهی پیدا کرد، گفت رو نمد مال کنید، اگه دیدید داره آسمون به زمین میاد نمد باز کنید. و اینو میگن در داستان ها و اون رو نمد مال کردند و کشتن. همین المعتصم بالله کسی است که میدونید تا یک سال قبل از اینکه هولاکو به بغداد برسه
سعدی در بغداد زندگی میکرده و این سروده معروف رو در مورد المعتصم بالله ساخته. آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. چون خیلی دوست داشته، اونجا بوده و سعدی اهل سنت هم بوده. دوستان اجازه بدین در مورد سوال ها من یه مطلبی رو خدمتتون بگم. امروز ما جلسه‌مون گسترده تر هست. طبق معمول از کسانی که سوال میگیرن فیلم گرفته نمیشه، ولی تقاضا دارم که جلو تشریف بیارین که صدا پر بشه، برای اینکه سوال و جواب کاملا مشخص پر بشه. تقاضا میکنم اظهار نظر نفرمایید، سوالتون رو در یک دقیقه مطرح بفرمایید. اگر چند تا سوال دارید اجازه بدید اگر آخر سر فرصت شد سوال کردن به همه برسه، لطفا خیلی ممنون میشم. جناب مهندس بفرمایید. سوال من اینه که همونطور که قبلا گفتید در مورد این ریشه زبان که داشته یک مقداری اختلافات سیاسی به وجود اومده، در مورد زبان تبدیل به قومیت‌های زبانی شده توی سیاست ایران، تو مسائل اجتماعی ایران، یه مقدار در مورد ریشه این اختلافات قومیتی بر مبنای زبان صحبت کنید. ببینید، برمیگرده اینها به یک به صداهای سیاسی. زبان ملت نمی‌سازه، ولی ملت‌ها زبان دارن. یعنی اگر بنا بود که داشتن یک زبان گواه بودن یک ملت باشه، ما باید امروز در جهان یک ملت عرب داشتیم. می‌دونید از عمان تا آن سوی مراکش یک کشور باقی بود. چنین نیست. میزانی که عرب‌ها در با هم جنگ کردن بیشتر از میزانی است که عرب‌ها با اسرائیل جنگ کردن. زبان انگلیسی، بسیاری از کشورهایی که امروز وجود دارند زبانشون انگلیسی است، ولی مثلا استرالیا، آمریکا، کانادا، ولی اینا یک کشور و یک ملت نیستن. یعنی عکس این صادق نیست. کوشش برای دادن هویت زبانی به یک قوم در مورد ترک ها از دوران پان ترکیزم و ناسیونالیسم ترک آغاز شد، پیش از فروپاشی عثمانی. پس از اینکه دولت عثمانی بخش های بزرگی از سرزمین های خودش رو به اروپاییان از دست داده بود و به ویژه در گیرودار جنگ جهانی اول یه جنبشی در عثمانی به وجود آمد به نام ترک های جوان که اینها مسئول این کشتار ارامنه و آسوری ها بودند. یعنی اینها کوشش کردند که بر پایه یک ساختار زبانی ملت بسازن. و جالب اینجاست که این ساختار زبانی هم ساختار واحدی نیست. یعنی زبانهایی که ریشه ترکیک داره اینا همه شبیه هم نیستند. یعنی زبانی که در زبان مثلا در ترکمنستان صحبت میشه با زبانی که در ترکیه صحبت میشه پیوند خاندانی دارن، ولی یکی نیستن. ولی کوشش کردن که از این یک هویت قومی درست کنند، در حالی که در مورد زبان فارسی و جریان ناسیونالیسم ایرانی ما با این پدیده روبرو نیستیم. ناسیونالیسم ایرانی ناسیونالیسم مهاجم نیست. یعنی در میان ناسیونالیست‌های آغاز دوره مدرنیته سخن بر سر این نبوده که ما لشکر بکشیم 17 شهر قفقاز رو پس بگیریم. سخن بر سر این بوده که ما چگونه میتوانیم پیشرفت بکنیم، چگونه میتوانیم قانون به کشور بیاوریم. در حالی که در اون سوی سخن یک نوع مهاجمانه است. هم پان عربیزم و هم پان ترکیزم دارای جنبه‌های مهاجمانه بوده در آغاز کار، امروز هم هست. برخی از اینها جنبه کاملا سیاسی داره. مثلا گزیدن نام آذربایجان بر جمهوری آذربایجان کاملا یک پروژه سیاسی بوده در دوره آغاز دولت شوروی. مثلا اون منطقه هیچگاه در تاریخ نامش آذربایجان نبوده. آران یا اران و یا نام‌های دیگری بر اون منطقه گذاشته می‌شده. این رو انتخاب کردن برای اینکه تأثیر بر آذربایجان بگذارن و خب امروز هم دارن این کوشش رو انجام میدن. دوستان دیگه. بله، دوستی سوال می‌کنه که
از الفبای عربی چقدر وارد فارسی شده؟ آیا نیاز بوده یا اعمال کردن و در چه زمانی این اتفاق افتاده؟ این یک نیاز به گفتگوی خیلی فنی گسترده داره. برخی از پژوهشگران امروز بر این باور هستند که این خطی که به نام خط عربی شناخته شده خط عربی نبوده و این یکی از دبیرهای فارسی بوده و این در واقع از سوی ما به اونها رفته. شما اگر حتی به یعنی در واقع خیلی از این زبانها دارای ریشه های مشترکی هستند. یکی از کهن‌ترین اونها آرامی است که بر زبانهای دیگر از جمله زبان فارسی و زبانهای دیگر این سرزمینهای پهناوری که فلات ایران خوانده می شود تأثیر داشته. ما یک خانواده بزرگی به نام زبانهای ایرانی داریم که زبان فارسی یکی از زبانهای ایرانی است، کردی هم یکی از زبانهای ایرانی است، عربی نیست، عربی از شاخه زبانهای سامی است، ولی همین ها هم باز با پیشینه آرامی پیوند دارند و این خط معلوم نیست که این خط عربی بوده باشه. پژوهشگران امروز با اسناد تاریخی نشون میدن که این خط در میان ایرانیان پیش از آمدن اعراب مسلمان وجود داشته و این خط دوباره سر بلند کرده. یکی از دبیره های کهن ایرانی آن چیزی است که امروز ارمنیان استفاده میکنن. زبان و تاریخ ارمنی با تاریخ ایران خیلی نزدیک بوده و میدونید اینها زرتشتی بودند، یعنی ارمنستان اون زمان زرتشتی بوده. پادشاه ارمنستان تیرداد پس از شکست دولت ساسانی از رومی ها در یه شهری در مرز امروز میان ترکیه و عراق و پیمانی که ایران با ایران اون زمان با رومی ها میبنده و واگذار میکنه بخشای از این سرزمین ها رو به رومی ها، فرصت رو به دست میاره در سال 300 میلادی تیرداد پادشاه ارمنستان و اعلام میکنه که مسیحی شده و دستور میده همه اهالی کشور هم مسیحی بشن و این نخستین گروهی از مردم هستن که به صورت یک مردم سرزمین مثل پیوستن به حزب رستاخیز همه چیز شدن، همه مسیحی شدن و بسستن از این پیوندی که با ایران داشتن، ولی تاریخشون و زبانشون و حتی بسیاری از اسطوره‌ها و حماسه‌هایی که در میان ارمنیان وجود داره با ایران خیلی پیوندهای نزدیک داره به طور کلی و حتی اونها می‌دونید نام‌های مانند کوروش دارن، همین نام تیرداد بعدها وارد زبان ارمنی هم میشه. دوستان دیگه بفرمایید. دوست عزیز دیگه سوال می‌کنن که چرا زبان فارسی زبان دیوانی شد ولی زبان پهلوی که زبان دیوانی بود از بین رفت؟ و بعدم سوال میکنن اسم کتابتان چیست؟ البته منظور از این نفهمیدم چون ما همه کتابای شما رو معرفی کردیم. سرگذشت زبان فارسی که هنوز چاپ نشده. بله. این امیدوارم هفته آینده به ناشر بدم و فکر میکنم تا دو ماه دیگه از چاپ در بیاد. ببینید زبان پهلوی زبان دیوانی دوره ساسانی است و پس از اینکه زبان برچیده میشه و زبان عربی به جای اون میشینه و عربی زبان دیوانی و زبان دینی این سرزمینی میشه که اون رو گرفتند، در بخشهای از ایران که دولتهای محلی به وجود میاد و مقاومتهای در برابر اعراب شکل میگیره زبان چیره در میان مردم این شاخه از زبان بوده، فارسی بوده و بنابراین این شاخه از زبان دوره ساسانی یعنی فارسی دری زبان دیوانی میشه. پهلوی دیگه بر نمیگرده، پوششی هم براش نبوده، یعنی کسانی که به زبان پهلوی آشنا بودن شمارشون بسیار اندک بوده. در ببینید این زبان فارسی، فکر نکنید این زبان فارسی بعد از دوره اعراب شروع شده. در دوره ساسانی سروده هایی به زبان فارسی وجود داشته، نخستین سرایندگان زبان فارسی در دوران پیش از فروپاشی پادشاهی ساسانی هستند. منطقه زبان چیره نبوده، زبان چیره زبان دیوانی زبان پهلوی است و این زبان سپس سر بلند میکنه و زبان دیوانی میشه. پرسش بعدی. قرار شد تشریف بیارین جلو که صداتون ضبط بشه. خب ببخشید، یعنی زبان پهلوی زبان الیت بوده و زبان فارسی زبان عوام؟ نمیشه گفت زبان عوام، برای اینکه در میان ببینید در میان عوام
مردم به زبان‌های گوناگونی سخن می‌گفتند. همون جوری که امروز گفتم نزدیک به 200 زبان در ایران داریم، شاید اون زمان بیشتر هم از این بوده. و یه رشته زبان‌ها رو بر پایه یک پیمان پذیرفته شده، نه نوشته شده، تبدیل می‌کردن به زبانی که در یک امپراتوری از یک گوشه امپراتوری بتوانن با گوشه دیگر امپراتوری با هم سخن بگن. زبانی که در اون دوره ساسانی زبان چیره دیوان بوده، زبان پهلوی است. ولی بسیاری از اسناد وجود داره که چون اینا با هم پیوند داره، یعنی پهلوی میانه، پهلوی کهن و سپس فارسی یا فارسی میانه، فارسی امروزی، اینا ریشه مشترک داره. خیلی واژه ها و ساختار زبانی خیلی شباهت زیادی با هم داره و اگر یه مقدار کسی وقت بگذاره میتونه پاره از واژه های پهلوی رو بفهمه. البته یاد گرفتن زبان پهلوی خیلی دشوار هست، ولی در بخش های از ایران که زبان فارسی سربلند میکنه، میان نخبگان این بخش ها زبان فارسی دری بیشتر چیره بوده. بنابراین نمیشه گفت که این زبان عوام بوده، چون این واژه دری هم در واقع درباره و این زبان عوام نیست، بلکه زبان آدمایی است که بر روی درس خواندند یا آشنایی با نوشتارهای کهن داشتند. بله بفهم. بفهم. با سپاس از شما آقای دکتر برای اینکه واقعا بحث بسیار جذاب و دلنشینی بود و شما آقای حسابی مثل همیشه زحمت کشید. من یک سوال برام بود، من بود که شما فرمودید شاهنامه طهماسبی و غیره، آیا کلیت این شاهنامه ها با هم فرق داشت؟ نه، ببینید شاهنامه به هر روی شاهنامه که درش دستبردهایی زده شده و کسانی آمدند و کوشش کردند که شاهنامه را از پاره از سروده هایی که واقعا کار فردوسی نیست پالایش بدن. ببینید در درازای تاریخ هنگامی که یک سراینده نام‌آور می شده، دیگران به نام او می سرودند و در دفتر شعر او قرار می دادن. اون دوران هم شرایطی نبوده که کتابی به ثبت برسه. مثلا خیام شاید بیشتر از 12 رباعی نگفته باشه، ولی هر کسی ربایی میگفته که یک کمی گریبان خدا رو میخواسته بگیره، میگفته اینو خیام گفته. بنابراین خیلی ها آمدن و نشستن و کوشش کردن خیام رو درست بشناسن. در مورد فردوسی هم همینه. ما مثلا میدانیم که اون بخشای از شاهنامه که گفته میشه در مورد سلطان محمود گفته پرستارزاده غیره، اینو دروغه، اینا اصلا کار فردوسی نیست، سبک هم هست، این به سبک فردوسی نمیخوره. ولی در این حالا قسمتی که اشاره کردین، با توجه به بدنه شاهنامه‌ای که پذیرفته شده بوده، این شاهنامه ها سروده ها همون سروده هاست، همون رو برمیدارن، منتها اینها رو برش گراور میگذارن، برش نگاره میگذارن و این کار نگاره سازی بر شاهنامه، بر این چند شاهنامه بزرگی که در تاریخ فراهم شده، این چهارتایی که اشاره کردم متفاوت است، ولی خود شاهنامه نه. اهمیت این شاهنامه ها در این بخش نگاره هاست، نه در بخش خود شاهنامه. یعنی این شاهنامه تصحیح شده دیگری نیست، اون رو برداشتن و روش نقاشی کردن. دوستی به من گفتن که اگرچه که سوال به نظر مربوط نمیشه به مطلب شما، ولی گفتن که شنیدن که شما یه تحقیقی در مورد دکتر سلیمان برجیس داشتین، اگر ممکنه یک توضیحی بدید. نه، من پژوهش ویژه‌ای نداشتم. من اون چیزهایی که در دسترس بوده واقعا خوندم و تنها من کتاب نایابی است که سالها پیش به چاپ رساندم در مورد فدایان اسلام و سودای حکومت اسلامی که امروز دارم تجدید نظر میکنم، به زودی منتشر خواهد شد. اینم از اون به زودی هاست، برنامه آینده. و در اونجا به خاطر کاری که در کاشان صورت گرفت در کشتن برجیس و نقش فدایان اسلام در دادگاه او، به این پرداختم، ولی پژوهش ویژه‌ای در این باره نکردم و
فکر میکنم با کسانی که آشنا هستند با این خانواده و تاریخ و اینها بیشتر به این کار بپردازن. شما بیشتر از من شرحش هست به صورتی مقاله‌ای که خانم من نوشتن، چون ایشون عموشون بودن، من برای اون دوست عزیز میتونم حتما برای منم بپرسید. خیلی سپاسگزار میشم. بفرمایید شما. این در رابطه با خط میخی که زبان خط هخامنشیان بود، این ربطی به زبان پهلوی داره و از چه زمانی سندی هست که این از بین رفت؟ این الفبای فارسی جای اون گرفت؟ نه. چقدر قدمت داره این زبان؟ ببینید دوست گرامی، من با پوزش از شما، از پاسخ دادن به پرسش شما تفره میرم. بگم چرا. من یه چیزی رو که کوشش کردم در این سالها خودم رو وادار کنم این است که در زمینه‌هایی که خیلی وارد نیستم داوری نکنم. البته برای ما ایرانی‌ها خیلی سخته، یعنی ما به همه چیز واردیم. شما امشب مهمانی، دیشب مهمانی بود، کافی بود یه نفر بگه من واقعا چند روز سرم شدید درد می‌کنه. من فکر کنم تنها کسی که اونجا حرفی نمی‌زد آقای دکتر میساقی بود، بقیه همه نسخه می‌پیچیدن. پزشک برمیگرده میگه فردا بیا مطب من ببینم، آزمایش کنم ببینم چه موضوعی خونه و غیره و شاید جواب بدم. ما از مهندسی، راهسازی، تاریخ، همه چیز استادیم، اما در دو چیز بیشتر از دیگر چیزها استادیم، برای اینکه این دو چیز خیلی هزینه نداره. ببین شما نقاشی که میخواهید بکنید یا میخواهید موسیقی برحال ادعا کنید بلدید، یک دهن آوازایی بخونید خارج باشه میگن همین که ببخشید نخونید دیگه، یا تار بزنید میفهمن که بلد نیستی. نقاشی هم هزینه داره، باید برید بوم بخرید، رنگ بخرید، خرج داره. شاعری هزینه نداره، همه شاعر. بعدم تاریخ داریم دیگه، با این تاریخ این همه شعر میشه رای زد. سیاست هم همینطور، همه اهل سیاست، همه به جنبه های گوناگون سیاست واردن، احتیاج به دانش هم ندارن، میدونن. یه واژه‌ای ما در، یعنی یه عبارتی در زبان فارسی هست که خیلی استفاده میکردن قدیم، الان نمیگن. وقتی یارو میگفتش که آقا مطمئنی، میگم عرض میکنم، یعنی دیگه پرسش بیش از این نکنی. من شاید از برخی از کسانی که به عنوان متخصص در برخی مثلا تلویزیون ها میاد در یه سری زمینه‌ها بیشتر بدونم، ولی چون در مورد اون دوران این رشته تخصص من نیست، اجازه بدی که صرف از نکنم. خیلی ممنون. دوست دیگه ای سوال میکنن که چگونه اسلام به مغول ها رسید؟ مغول ها به اسلام رسیدن. مغول ها آمدن و سرزمین هایی که مسلمانان گرفته بودن رو همین جور گرفتن تا رسیدن به همسایگی امپراتوری ایران اون زمان، و سپس خوارزمشاهیان رو شکست دادن و چیره شدن. و خب دین بسیاری از این سرزمین هایی که گرفته بودند آیینشون اسلام بود، خب با اسلام آشنا شدن. ولی رویکرد خیلی گسترده‌ای در میان مغولان به اسلام، آنگونه که در میان ترکان آسیای میانه میبینیم، وجود نداشت. چون اینا متفاوت هستن، یعنی همه رو به یه حساب نباید گذاشت. برای اینکه مغول ها از مغولستان آمدند و زبان متفاوتی داشتند و با از جمله بیشتر با چین درگیر جنگ بودند. این دیوار معروف چین هم برای جلوگیری از اونهاست. و اولین امپراتوری که شکست دادن دو امپراتوری چین بود و این شهر بیجینگ رو سوزاندن اصلا. بعد بر خرابش خان بالیخ رو ساختن و سپس آمدن و این سرزمین های میانی رو گرفتند، همین که ترکمنستان و اویغورها و پادشاهی های این وسط هستش. اینا خیلیشون مسلمان بودن، سپس رسیدن به همسایگی ایران. در نتیجه همه اینها از یک تیره واحد نیستند، به اینها آلتاییک گفته میشه، ولی مثلا زبان مغولی با زبانهای ترکی یکی از یه ریشه نیست. نزدیکی های زیادی بینشون وجود داره ولی از یه ریشه نیست کاملا. و در نتیجه میتوان گفت که ما با چند گروه در این دوران روبرو هستیم. یکی مغول ها هستن که رسیدنشون به فلات ایران تازه است، یعنی تازه به مفهوم تاریخی. یکی گروه های ترکی هستند و ترک زبانی هستند که تیره های گوناگون داشتن و در
استپ‌های آسیای میانه زندگی می‌کردن. اینها رفته رفته وارد بخش‌هایی شدن که زبانش فارسی بوده. رفته رفته در واقع این سرزمین‌ها رو گرفتن. یه چیز بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید در این هست که ایده فرمانروایی سازمان یافته یه ایده پدیدار شده در تاریخ ایرانه. یعنی نخستین امپراتوری که فرمانروایی گسترده رو اداری رو در دنیا به وجود آورده دولت یا ماده یا هخامنشی، حالا برخی میگن ماده برخی میگن هخامنشی، ولی به هر روی مال دوران تاریخی ایرانه بین 2500 تا 2700 سال پیش. در اون دنیا، در اون دوره بخش بزرگی از جهان اصلا شهرنشینی نداشته، اصلا ساختار اداری گسترده وجود نداشته در اونها و این از تمدن ایرانی رسیده. به همین دلیل هم هنگامی که به تاریخ روم نگاه میکنید، روم خیلی بعد هستش، یا به تاریخ اسلام نگاه میکنید، بسیاری از این ساختارهای فرمانروایی کهن رو از تاریخ ایران گرفتن. ایران کهن‌ترین ساختار دیوان سالاری جهان رو داشته. دیوان سالاری بدون گسست. خیلی‌ها میپرسند، برای خود من یه دوری واقعا مورد پرسش بود که با این همه خونریزی‌هایی که در این فلات ایران شده چگونه این کشور باقی مونده؟ چرا شیراز این کشور از هم گسسته نشده؟ برای اینکه ما یه خط دیوان سالاری ادامه دار داشتیم. یعنی این دیوانیان کشور رو حفظ می‌کردن. میدونم برای تاریخی که به ما درس می‌دادن تو مدرسه حافظ این دوران پادشاهان بود. این پادشاهان یکدیگر رو می‌کشتن. یعنی کمتر پادشاهی به مرگ طبیعی مرده در تاریخ ایران. و به همین دلیل هم شما گور پادشاهان رو در ایران نمی‌دونید کجاست. رو هر کی میومده سر کار یه کاری می‌کرده که اگرم گوری پادشاه قبلی داشته اون رو از خاک در بیارن از بین ببرن. شما برید به کشوری مانند اتریش تا شاهزادهای دست پنجم میدونید که خونه‌شون کجا بوده، آرامگاهشون کجا بوده. پنج پادشاه آخر ایران که در خارج ایران مردن آرامگاه اون پادشاهانی حفظ شده که در عتبات دفنشون کردن. اونایی که تو ایران بوده مثلا شاه عباس رو کسی نمیدونه آرامگاهش کجاست. کوروش رو با تردید همه پذیرفتن که پاسارگاد بوده. هنوزم دربارش پرسش از جدید تازه فهمیدن این رو، یعنی تازه، یعنی در کمتر از 100 سال گذشته دیگر شاهان نبوده. چه چیزی ایران رو حفظ کرده؟ شمشیر نبوده قطعا، دیوان سالاری ایران بوده. این دیوان سالاری یعنی اونهایی که این دیوان رو میگردوندن. شاهی میامد و میرفته ولی این کاتبان، اینهایی که مالیات گرد میآوردن، اینهایی که کارهای دیوانی میکردن، اسناد فراهم میکردن، نامنگاری میکردن، فرمانها رو مینوشتن، از خانه، از پدر به پسر در درازای تاریخ باقی میماندن. این مثلا نگاه کنید به خاندان نوبختی. این خاندان نوبختی یکی از چهار نایب امام ناپیدا نوبختی است. این خاندان نوبختی در دوره ساسانی از نخبگان دیوانی ایران بوده و از اونجا آمدن وارد آیین شیعی شدن. و کتاب خیلی جالبی است از عباس اقبال آشتیانی که در چاپ‌های بعدی دست بردن درش، ولی من چاپ 1313 خاندان نوبختی، من چاپ 1313 رو دارم. خیلی جالبه در این زمینه. این دیوان سالاری بوده که هنگامی که مثلا سلجوقیان به ایران می‌رسیدند از وزیران غزنوی استفاده می‌کردند و سپس این وزیران به دوره بعد می‌رفتند، به دوره خوارزمشاهی می‌رفتند. شما نگاه کنید حتی در دوره مدرن ایران، در دوره پادشاهی رضا شاه و محمد رضا شاه، با همه دشمنی که با دوره قاجار هست، برجسته‌ترین نخبگان و وزیران و گردانندگان کشور از دل قاجار بیرون آمدند، مخالف و موافق به طور کلی. و این دیوان سالاری رو در یک موضوعی که قطعی نیست ولی تا حدود زیادی میتوانم بگویم که میتوان مستند دارست، در موقعی است که ملکشاه سلجوقی میخواسته خواجه نظام الملک رو برکنار کنه، گفته دستور دهم دوات از تو بگیرم. دوات یعنی علامت دیوان، یعنی دیگه تو نتونی فرمان صادر کنی. میگه دوات از من بگیری تا
تاج از تو بستاند. یعنی میگه اون تاج تو مال این دوات منه، با هم پیوند داره. شما فکر نکنید که مثلا اعرابی که کشورداری نکرده بودند آمدن ایران کشور اداره کنند، با توانایی آیات قرآنی کشور رو اداره کردند. نه، دیوان سالاران ایران بودند، برمکیان بودند، عرض کنم که بزرگان اون دوران بودند که آمدند. و حالا در دوره کوتاه اموی زیاد ایرانیان به بازی گرفته نشدند، ولی سپس که به بازی گرفته شدند، این ساختار رو در واقع گسترش دادند. این